آیا حرکت سعودی بیت کوین به پایان رسیده یا هنوز ادامه داره سلام دوستان امروز میخوایم یه کمی در مورد بیت کوین صحبت کنیم مثل همیشه البته نگاهی به اخبار خواهیم داشت هفته گذشته هفته پیش رو رو با هم بررسی میکنیم بیت کوین و همچنین اتریوم رو امروز میخوایم در موردش صحبت بکنیم پس قسمت جالبی خواهد بود با ما هم راه باشید در این قسمت از هفته نامه گنج. خب طبق شروع بکنیم از هفته گذشته از روز چهارشنبه کانادا رو داشتیم نرخ بهره اعلام شد و خب انتظار داشتیم که کاهش نیم درصدی که کاهش قابل توجهی هم هست اعلام بشه و همینطور هم بود اما این چه معانی داری؟ از یه سمتش خب برای کانسومر برای کسانی که در کاندا زندگی میکنن و وام های دارن و مخصوصا مورگج های وریبل ریز دارن که تغییر میکنه نرخ بهرهشون خب طبیعتا این تاثیر گذار هستش و میتونه خبر خوبی براشون باشه اما یک سمت دیگری هم در این سکه وجود دارد و اون این هستش که این کاهش نیم درصدی کاهش قابل توجه درسته که یکی از دلایلش این هستش که خب تورم یه جورایی حل شد پس دیگه نیازی به نرخ بهره بالا نیستش اما یک کمی این ترس رو به وجود آورده و بیشتر از این به وجود خواهد آورد که این حرکت شاید بیش از حد قدرتمندانه شاید به این معنی باشه که نگرانی های بزرگی وجود دارد از سمت رکود در... در کانادا و البته در کشورهای دیگه هم وضعیت مشابهی رو داریم خیلی متفاوت نیستش اما باید ببینیم که این چطور رو نشون خواهد داد اعداد اشتغال خیلی بیشتری رو میتونن به همون بگن و حالا سوال اینه که چقدر چقدر به موقع بانک های مرکزی چه کانادا و چه کشورهای دیگه موفق شدن که شروع بکنم به این کاهش نرخ بهره و اینکه آیا با این سرعت کاهش آیا کافی هستش یا نه بالاخره زمانهای جالبی در انتظارمون هست اما در ادامه هفته اگر نگاه بکنیم PMI برای کشورهای مختلف از جمله آمریکا منتشر شد کماکان PMI ام آمریکا زیر 50 درصد هستش مثل سه چهار ماه اخیر و عددی که اعلام شد یه کمی بهتر بود از انتظار 48 47 و نیم انتظار میرفت ولی 47 تا 8 هم اعلام شد ولی میگم کماکان شرینکج رو داره نشون میده کماکان کوچیک شدن رو داره نشون میده و این پی ام آی میدونیم که یکی از شاخص هایی هستش که خیلی خیلی به آینده نگاه میکنه معمولا اصلا لیدینگ هستش شاخص های لیدینگ هستش و ولی خب اینم میگم یک دوباره یک شاید نشونه کوچکی دیگری باشد برای نگرانی هایی که وجود دارد از سمت رکود در آمریکا اما چیزی که میتونه دقیق تر این رو بهمون به بگه هفته پیش رو هستش من از آخر شروع می‌کنم روز جمعه در هفته پیش رو ما نرخ بیکاری رو داریم و نان فارم امپلویمنت رو داریم دو تا بسیار بسیار مهم که همیشه این عدد مهم هستن اما الان شاید بیش از هر وقت دیگری علت اصلیش هم این هستش که در واقع این میگم اون نشانه رکود اصلی در نرخ بیکاری هستش ماه گذشته 254 هزار شغل جدید در قسمت غیر کشاورزی داشتیم این ماه انتظار میره که 111 هزار تا فقط باشه که خیلی در پایین تر هستش نسبت به چیزی که هفته... ماه گذشته دیدیم هرچند که ماه گذشته انتظارات این بود که 147000 تا باشه و 254000 تا بود یعنی همیشه این انتظارات دقیق نیستن طبیعتا ولی خب میگم عدد بسیار مهمی هستش در کنار اعداد دیگه مثل نرخ بیکاری و همچنین آن کلیم ها که روز پنج شنبه اعلام میشه اما دیگه چی داریم روز چهارشنبه از ژاپن نرخ بهره رو داریم اگر خاطرتون باشه تا این افزایش نرخ بهره اخیری که ژاپن داشت خیلی تاثیرگذار بود روی بازار بورس آمریکا و حتی تا حد قابل توجه بیت کوین توی یکی از هفته ها با هم صحبت کرده بودیم من دیگه تکرار نمی کنم حتما از هم رو ببینید و روز سه شنبه هم سی پی آی رو داریم نرخ شاخص تورمی رو داریم از استرالیا برای سال به سال انتظار میره که دو سده درصد در باشه نسبت به دو هفته همه درصد سال, سال گذشته ببینیم که چطور پیش خواهد رفت برای دوستانی که در واقع فارکس ترید میکنن میتونه که این خیلی جالب باشه اما بیایم یه کمی تمرکزمون رو بیاریم روی موضوعات دیگر هم قبل از اون به هم بپردازیم برای میتینگ بعدی که ده روز بیشتر با آن فاصله نداره تا این بهره بعدی تقریبا بازار مطمئن هستش که 25 درصد سر جاشه چیزی که الان یک همی بیشتر دیبیت روش وجود داره برای جلسه 18 دسامبر بهره 18 دسامبر هستش که آخرین در واقع تغییر نرخ بهره در سال 2024 خواهد بود که 75 70 درصد بودن انتظار دارند که دو تا کاهش 25 درصدی داشته باشیم یکی در ماه نوامبر و یک در ماه دسامبر و 27 درصد انتظار دارن که یک کاهش 25 درصدی نوامبر داشته باشیم و دسامبر تغییر نداشته باشیم خیلی زود هستش بخوایم در این مورد صحبت بکنیم چیزای جالب تری داریم امروز به بهش بپردازیم خب بریم سراغ کریپتو و بیت کوین خب اول یکم راجع به لیکویدیشن چارت صحبت بکنیم خیلی اطلاعات جدید اینجا نیستش در هفته گذشته توی یک رنج بسیار بسیار محدود مشغول بالا و پایین رفتن بودیم و به نوعی شاید هیچ اتفاق خاصی نیفتاد حالا روی چارت بیشتر هم این رو میتونیم ببینیم اما روی لیکویدیشن هیتمپ هم همین رو میتونیم ببینیم که یک سقف قابل توجه و لوش 70000 تا داریم بالاخره هایمون بوده و یه چند نقطه پایین ترش هم داریم مخصوصا در هلوش 65 هزار تا ولی خب میگم این چیزی که طبیعتا اتفاق میفته اطلاعات خاصی توش نیست وقتی بازار رنج میشه دو طرف رنج نقاط لیکویدیشن میرن بالا و به خاطر همین هستش که ما شکست های قابل توجه میگیم اما چیزی که شاید خیلی جالب‌تر باشه شورت هم رسو اسو پی آر هستش که با قدرت بالای یک رفته و بالای یک مونده حتی توی این یک هفته اخیری که ما در واقع بازار رنج رو داشتیم بازار خاصی اتفاق نیفتاد در بازار اسپات اما نشون میده که تریدرها قدرتمندتر هستن و خیلی با اعتماد بیشتری دارن خرید و فروششون رو انجام میدن این چورت مدل سوپیار بالا یک این رو بهتون میگه و از طرفی هم به اوپن هم نگاه بکنیم اوضاعش بد نیستش توی این چند وقت اخیر تو مخصوصا توی دو سه روز اخیر مقدار قابل توجهی لیکویدیشن داشتیم با اوپن اینترست رو آورد پایین اما عددش خیلی خیلی پایین نیستش نسبت به بود یک ماه پیش کماکان خیلی بالا هست ولی خب نشونه که کماکان لورج توی بازار وجود داره اما من انتظار این هستش که شکست شدن این رنج بخش قابل توجهی از این لورج ها رو از بین ببره به شخصه اگر بخوام انتخاب بکنم بین بالا یا پایین ترید کردن اگه چش بسته بخوام این کار رو بکنم این هفته ت... من ترجیح میدم که به ترید های لانگ نگاه بکنم و نه نتریت... ترید های شورت دلائه... دلیل اصلیم شورت مدرس پی آر هستش دلیل دیگرم مقدار قابل توجهی از لیکویدیشن ها هستش که در هولوش 70000 تا وجود دارن و دلایل دیگر رو بریم با هم روی چارت ببینیم اول بیایم از خود نمودار شروع بکنیم خود نمودار قیمتی شروع کنیم. اولین چیزی که به چشم خوره اینه که قیمت در حال بازی کردن با این خط روند سبز رنگمون هست اگه خاطرتون باشه این رو از روی نقطه کلوز ها کشیده بودیم و اتفاق خاصی میگم از هفته پیش نیفتاده و اینو بیشتر حتی میتونه اوبیوی وی بهمون نشون بده با اینکه نوسانات در قیمت نسبت داشتیم به هر حال در همون رنج اما اوبیوی تقریبا ثابت مونده و خودش رو خیلی خیلی خوب نگه داشته کماکان به نظر من این دو تا خط از در رنگ یکی در اوبیوی و دیگری در روی قیمت خطای مهمی هستن که میتونه نقطه خرید های خیلی خیلی خوبی برای ما باشه و میگم این حرف رو از منی داری میشن نبی... از کسی در مورد کسی دارم نمیگم که هیچی بیت کوین بیتو... بیتو... نداره یکی دو هفته پیش هم اعلام کردم این پایین بودیم در حالش 6 تا بودیم اعلام کردم که من دوست ندارم جای کسی باشم که هیچ اکسپوژر به بیت کوین ندارد در این چند وقت پیش رو پس این در مورد بیت کوین در مورد اتریوم دوستان سوال پرسیده بودن که آقا اولا چه اتفاقی در واسش میفته چرا وقتی ما اتریوم به بیت کوین رو نگاه می کنیم این شکلی هستش اتفاقات خیلی زیادی داره میفته ببینید تفاوت اتریوم و بیت کوین در طی یک سال اخیر خیلی بیشتر شد و شاید اصلی ترین و متریال ترین دلیلش بحث ETF ها بودن ETF های بیت کوین بودن و خب توجهی که به سمت بیت کوین خیلی کشیده شد با توجه به کاری که ماکرو استراتژی داره انجام میده و صحبت هایی که خلاصه زیاد وجود داره و حتی صحبت های خود آقای ترامپ اما اتریوم هم بالاخره رقباش رو، قدرت گرفتن در طی یکی دو سال اخیر به طور خاص سولانا یکی از گزینههایی هستش که تقریبا میتونه جایگزین اتریوم بشه در خیلی از چیزا طبیعتا هم فیچر ستاشون یه کمی با هم متفاوت هست ولی خب این یه تو... این... اینها توجیهی هستن که چرا الان جیم اما اگر به نمودار دلاری نگاه بکنیم چیزی که من دارم میبینم در, در یک نگاه فقط تکنیکال اگه بخوایم صحبت بکنیم چیزی که من دارم میبینم اینه که این حمایت به طور قابل توجهی داره نگه میداره خودش رو و اگر که به در واقع OBV هم نگاه بکنیم میتونیم ببینیم که نسبتاً اونم اونم روی این حمایت خودش رو داره نگه میداره چیزی نیستش که من بخوام ترید لورج دار روش بکنم ولی به عنوان سرمایه گذاری الان شاید چیز بدی برای خرید نباشه بسیار عالی یک کمی در مورد چیزهای دیگه هم صحبت بکنیم شاخص دلار رو داریم شاخص دلار به یک چهار ممیز نیم رسیده و خب اینجا جایی بوده که بالاخره قیمت مهمی هست مقامت مهمی بوده در این رنجی که و توی یکی دو سال اخیر داخلش بودیم البته بالای رنج کمی بالاتر حدود 106 هستش ولی خب داریم قدرت گرفتن دلار نسبت به سایر ارزها رو می‌بینیم و دفعه پیشم صحبت کردیم که بیشتر این از بیشتر این حرکت از یورو اومده و اینو به راحتی می‌تونیم توی چارت دلار به یورو را اگر بیایم و نگاه بکنیم می‌تونیم که ببینیم بله اینجا میتونیم ببینیم که یورو به دلار دقیقا, دقیقا همون حرکت رو اونجا داره نشون میده پس بیشتر شاید بشه گفت که حرکت حرکت یورو هستش تا حرکت دلار اما هفته پیش رو یک چیز دیگه ای هم برای ما داره هفته ارنینگ ها هستش قراره که شرکت های بزرگ از جمله مایکروسافت و اپل و غیره ارنینگ هاشون رو اعلام بکنن برای در واقع این سه ماهه و معمولا این موضوع تاثیر قابل توجهی روی بازار بورس داره مثالش رو هفته گذشته دیدیم و تسلا که در روز اعلام ارنینگش بیش از 20 درصد افزایش قیمت داشت و این گپی که دوستان خیلی دوست داشتن اینجا روش صحبت کنن رو گپ رو نه تنها بست بلکه بالاش با یه گپ دیگه این گپش رو بستش خلاصه انتظار حرکت های این چنینی رو داشته باشین اگر که کمپانی ها موفق بشن که بیش از انتظارات نشون بدن ارنینگ های خودشون رو حرکات این شکلی معمولاً اتفاق میفته اما که کمتر از انتظارات یا در حد انتظارات باشه میتونه که برعکس باشه و ریزش های قابل توجه ببینیم خلاصه هفته خیلی جالبی هستش در مورد بورس که داریم صحبت می‌کنیم، من به هات هم میخوام اشاره بکنم هات هم طبیعتا با حرکت بیت کوین حرکت خودش رو انجام داد اما چیزی که دوباره اینجا برای من جالب هستش اون پول هوشمندی هستش که وارد با، توی،, توی نه تنها هات بلکه ماینر های کریپتو وجود داره و هات یک از بهترین مثالاش هست صرفا و میتونیم ببینیم که اینجا یک در واقع حرکت او هم همراه هستش واگرایی دیده نمیشه اگر ماینر های ضعیف تر رو هم بخوایم نگاه کنیم ماینر که کمی بیشتر عقب موندن اینجا میتونیم که حتی تا حد حت خوبی واگرایی ببینیم میبینیم که اینجا قله پایین تری هستش در قیمت ولی قله بالاتری در OBV رو داریم میبینیم پس نشون میده که پول کماکان توی این سیستم وجود داره و داره میچرخه و میگم این چیزی بود که این یک شاید یک دلیل دیگری باشد برای اینکه من بخوام نتیجه گیری نهایی رو بکنم در مورد بیت کوین و اون اینکه این حرکت تموم نشده این شکست احتمالا شکست واقعی خواهد بود انتظار نوسانات جدی داشته باشه میگم به خاطر اوپن اینترست بالایی که وجود داره و لورج بالایی که در سیستم هست ولی من فکر نمی‌کنم که قرار باشه سر دیگری به پایین این کانال بزنیم هرچند که اگر این اتفاق بیفته باید حواسمون باشه که مشکل بدی برامون پیش نمی... نمیاد راه حلش چیه از Leverage زیاد به شدت خودداری کنید در این دوره حتما حتما میگم من دوست ندارم جای کسی باشم که بیت کوین نداره و بازار رو دنبال کنید و حواستون به داستان رکود هم باشه نریتیو رکودی که شاید خیلی خیلی ها راجبش صحبت نمیکنن در این چند وقت اخیر اما میارزه که حواسمون رو براش جمع بکنید ممنونم که تا به اینجا همراه ما بودین مراقب خودتون باشین در هفته نامه دیگر میبینم تا دیداری بعد خدا نگهدار